حضرت علی می‌فرماید رضی الله عنه کسی که غیرت ندارد هیچ خیری در او نیست. خود حضرت علی غیرت داشته یا نداشته؟ این سوال ها، این حرفشه. حضرت علی رضی الله عنه می‌فرماید کسی که غیرت ندارد هیچ خیری در او نیست. حالا خودش غیرت داره یا نداره؟ چطوری خیلی ها حضرت علی رو بی غیرت جلوه میدن که عمر بیاد در رو محکم بزنه به شکم همسرش در زمانی که همسرش فاطمه دختر پیامبر حامله و بارداره، اونم برای پسرش محسن، و سقط جنین بکنه، اون جنین پسرش محسن بمیره. تاریخ هم ننویسه که حضرت علی برای ناموس شمشیر کشیده. اینم حرفشه. خیلی عجیبه. اونهایی که ادعای حب علی میکنن علی رو بی غیرت جلوه میدن، اما صحبت حضرت علی میگه این را بدانی کسی که غیرت ندارد هیچ خیری در او نیست. دوباره بعد بیاد همین حضرت علی با غیرت که اینطوری داره صحبت میکنه درباره ناموس، بعد بیاد دختر همون فاطمه همسرش نوه رسول الله صلی الله علیه وسلم و دختر دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم به اسم ام کلثوم به عقد همین عمر در بیاره و عمر رو داماد خودش بکنه و بعد اسم یکی از پسرهاش هم بگذاره عمر، همون کسی که به ناموسش اینطوری تعرض کرد و زد تو شکمش در دروازه رو. خیلی عجیبه. چیزی که ما از علی سراغ داریم که خیلی غیرت داشته، کسی که برای عموم مسلمانان این حرف رو داره میزنه برای ناموس خودش که اونم دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم از مرگ میترسید، شهید شده، خنجر خورده تو پیشانیش، اینجا خون فواره زده، کل صورتش رو پوشنده و سینش رو و ریشش رو، و بعد خنجر رو گرفته گفته فز دوباره بالکعبه، رستگار شدم. چطوری شخصیت ها رو زیر سوال میبرن و اسلام و قرآن و خدا و رسول خدا و رو زیر سوال میبرن با این تهمت هایی که به خلفای راشدین میزنن. خداوند میگه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره رضی الله عنهم و رضوا عن. اینا هر ده تاشون عشره مبشره هستن، چهار تا خلفای راشدین. این را بدانید کسی که غیرت ندارد هیچ خیری در او نیست. مرد بزرگ گفته، کسی که لیاقت پیدا کرده با بهترین زن دنیا و آخرت ازدواج کنه. فاطمه بیبی زنهای بهشته. این لیاقت رو پیدا کرده. احرم مداها بمن فيها يا فاروق احرق البيت ان لم يخرج عليا ويبايع الخليفة انها بالدار فاطمة وين Thank you.
ماذا يفعل بحبيبتك وابنتك؟ آه يا فتى إليك فخذيني، فقد قتل ما في أحشائي من حمل. صاحت يا علي الإبن علي سمعها نعم أبو الحسن